نام خدا. بنده هم افتخار شاگردی حضرت استاد علامه دکتر محقق رو داشتم و این امتثال امر ایشان است در واقع، و الا یقینا عزیزانی که بیگمان تون ها جوانتر از ما هم هستند به اعتبار همین جوانی شعر بهتری داشتند و دارند. بنده با اینکه کار شعر نو کار اصلیم هست، اما به احترام توقل استاد گرانقدرم در امور در شعر کهن اجازه خواستم که این شعری که ده بیست بیت هم بیشتر نیست به محضرشون تقدیم کنم. آنک دو روز مانده به آغاز فرودین، گل چشم می گشاید از خواب در زمین. نورستن نبات ز یک سو نگر چنان، نوزاعی غزال ز سوی ببین چنین. در برکه ها براده الماس آفتاب، پاشد نسیم بر سر امواج پرز چین. یک سو سمن ستاده به تکرار در چمن، همچون سیاه مشک ز تکرار حرف سین. سوی دگر هنوز اگر ناگشود چشم، اما به خواب نیز نمانده است یاسمین. جنبت دروی برگ سنوبر به دست باد، گه تیره چون شکست و گهی روشن از یقین. صبحی دگر شکوفه سر شاخه می زند، همراه با فلق به جز آن صبح راستین. بر شاخه هر پرنده به شور است در نوا، بیچنگ می نوازد آهنگ رامتین. هر هفت کرده باغ به قول قدیمیان، یا آن که چیده است بساطی ز هفت سین. بر شانه های کوه پرندی هزار نقش، رنگین کمان فکنده به آذین و آفرین. یا قلعتی است باز به نوروز باغ را، که از دوش برفکنده زمستان پوستین. این باغ را گرچه بهشتی بهاریند، نوروز هم بجاست ز جمشید و آبتین. اما مرا بهشت دگر در کنار هست، شادان که با بهشت همین جاست هم نشین. مردی بهشت سیرت و فردی بزرگوار، مردی است از تبار بزرگان علم و دین. علامه استاد سخنسنج پاک جان، کورا به روزگار بسی کم بود قرین. دکتر محقق است که دانش رهین اوست، کس دیده اید دانش او را بود رهین. در چار سوق فلسفه و علم سیرفی، در هفت شهر معرفت و عشق پیشبین. در منطق و کلام و به تاریخ طب شرق، او استاد عالم و ما جمله خوشه چین. در شعر پارسی و به اشعار تازیان، گاهی عقاب و گاه بود شیر در عرین. نحل است و گر به قطره مکیده از شهد علم، امروز از او روانه بود جوی انگبین. شاید که انگبین روان از زبان او، زاید ز جان همسر وی نوش آفرین. با تشکر از آقای گرمارودی. جناب استاد، دیگه نوبت شماست که با دوستانتون صحبت بکنید. همه منتظرن. بفرمایید. من در این ماه گذشته بیمار بودم که یک هفته در بیمارستان گذراندم و هنوز بازمانده اون بیماری در وجودم هست
که ملاحظه می‌فرمایید که با بارانی و کلاه در محضر شریفتون هستم. خواهش کرده بودم از آقای دهباشی به توسط آقای محمد علی منصوری که این مجلس رو به تعویق بیاندازم، ولی خواهش من اجابت نشد و در هر حال این مجلس با این شکوه هرچه تمامتر و حاضرانی که همه اهل علم و فرهنگ و دانش هستند، این در حقیقت بیماری من رو شفا میده. در اینجا چند نکته رو میخوام ذکر بکنم. یکی این که حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن قیمت و کل امرئن علمه، یعنی اگر ما خواسته باشیم ارزش گذاری بکنیم بر روی انسان‌ها، میزان و ترازوی این ارزش گذاری علم و دانشش هست. کسانی که درباره تعلیم و تربیت عالم اسلام کتاب نوشتن گفتن این جمله کوتاه تا وقتی سرایان و جریان داشت در محیط اسلامی، ترقی و تعالی علم و دانش به کیفیتی بود که بعضی از خاورشناسان میگن در تاریخ بشری بی سابقه بوده که در ظرف 2 قرن 200 سال یا 300 سال مسلمان ها حرف اول رو بزنن در تمام علوم، از ریاضیات و نجوم و فلکیات گرفته تا برسه جانورشناسی و گیاهشناسی و حتی انواع و اقسام شعر، چه در زبان فارسی چه در زبان عربی. از وقتی که این معیار و ترازو ضعیف شد، این انحطاط هم پیدا شد. شما وقتی که یک عالم رو بیاری زیر دست یک جاهل، خب مسلمه این جواب نمیده. العلم من اشرف الولایاتی، علم از شریفترین ولایت ها هست. این یک مسئله. مسئله دوم این است که سروران گرامی که اینجا سخن راندن همش از من تعریف کردن و من شایسته این تعریف نیستم. همیشه آرزو می کردم که یک مجلسی تشکیل بشه و افرادی انتقاد بکنن، بر من خورده بگیرن. جالینوس یک کتابی داره فی تعرف الرجل عیوب نفسه، که انسان چگونه عیب خودش رو پیدا بکنه. میگه باید عیب خودش رو از دشمنانش بجویه، چون دوستان همه تعریف میکنن. و کتاب دیگری هم داره فی ان الاخیار ینتفعون به اعدائهم، آدم های خوشبخت از دشمنانشون سودمند میشن، چون دشمنا هستن که عیب آدم رو میگن. همینی که سعدی هم میگه از صحبت دوستی برنجم، که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم ناپاک تا عیب مرا به من نماید. در هر حال متشکر هستیم از حسن ظنی که به این حقیر داشتم بزرگانی که در اینجا سخن گفتم. ما میدانیم که عالم احترامش به این نیست که مثلا 4 تا سکه تو بده تو جیبش بذاره. عالم اون انتظار داره که احترام به علمش گذاشته بشه، وسایل علمش فراهم بشه. گر طعام جسم نادان را همی خری به زر، با آرزوی سلامتی برای استاد شب بخیر به شما میگیم. امیدواریم که باز هم در جشن‌های دیگری برای استاد با هم شرکت کنیم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.